سلام بچه ها، حال احوالتون چطوری؟ خوب و خوش و سلامت هستید؟ چه خبر؟ امروز اومدم دوتا خاطره بامزه براتون تعریف کنم از اولین باری که آرایش کردم و اولین باری که ابروهامو برداشتم. خاطرهاش رو اینجا تعریف کنم. بعد در حینی که دارم تعریف میکنم یه مدل مو هم دیدم توی چیز اینستاگرام، گفتم این مدل هم درست کنم و همینجوری دوربین تعریفم بکنم. خاطرم من اولین بار که حالا اینم بگم، من موفر دیگه الان اومدم با شونه موهامو شونه کردم. واقعا موفر اصلا نباید موهامو شونه کنی، ببین چه ویزی شد موهام. بعد چیزه، من اولین باری که میخواستم ابرومو بردارم به چیز بود، یعنی عشق ابرو برداشتن داشتم و اینا، سال اول دبیرستان بود که رفتم دبیرستان. که رفتم دیدم وای، همه مثلا همه که نه، بعضی ابروشون برداشتن چقدر قشنگ شده، چقدر فلان، که مدرسه‌م حسابی بهشون گیر میداد ولی براشون مهم نبود. منم عشق اینو داشتم ابرومو بردارم، و ولی خب میدونستم که مامانم نمیذاره و مطمئنم همه دخترای ایرانی این که مامانشون نمیذاره ابروشون رو بردارن و تجربه کردن. البته مامانم گناهی ندارن و به خاطر مدرسه که خیلی بهشون گیر میده و فلان و اینا، اونا به خاطر همین چیزه نمیذارن بچه هاشون توی مدرسه ابروشون بردارن، چون هم صداشون میکنن، باهاشون دعوا میکنن و اینجوری ها. مامانم به خاطر همون زیاد دوست نداشت که ما توی دبیرستان ابرامو رو برداریم. ببین مامان چه مدلی شد. ما موفرا هر مدلی که میبینیم توی اینستاگرام و این برامورد نباید رو خودم امتحان کنیم، رو ماها جواب نمیده، همین باید بذاریم مدل موی خودمون باشه. چیزه، وارد دبیرستان که شدم عشق اینو داشتم، میدم دوستام ابروهاشونو برداشتن و فلان و خوشگل‌تر شدم. من عشق اینو داشتم که ابروهام بردارم. همش اومدم به مامانم میگفتم، مامانم میگه اصلا الان نه، دانشگاهی قبول شده اون موقع، یعنی یکی از چیزا شرط این بودش که دانشگاه قبول بشه برم دانشگاه بعدم. ولی خب منم تا موقع اصلا نمیدونم تمام کنم، خیلی دوست داشتم. بعد دیگه رفتم چیز اول دبیرستان همینجور گذشت تا اینکه رسیدم به دوم دبیرستان. دوم دبیرستان که رفتم دیگه خیلی دیگه هیجانی داشتم که ابروم بردارم. دوم دبیرستان که رسیدم یه بار به دختر خالم گفتم، گفتم مهناز، دختر خالم مهناز، هم که توی کلیپا میگم مهناز، های مهناز، هم دختر خاله و هم دختر عمو. اون موقع خونه‌شون خیلی نزدیک خونه ما بود. گفتم مهناز من خیلی دوست دارم ابرامو بردارم، فقط نمیدونم، مامانم گیر میده، دعوا میکنه، مدرسه‌ام گیر میده و فلان و اینا، خب بیا یه من یه مدل خیلی قشنگی برات برمی‌دارم، چون مهناز اون موقع خودش طراحی کار میکرد. گفت یه مدل خیلی قشنگ ابروتو برمی‌دارم، همون مدل رو مثلا چیزه اصلا نفهم ابروتو برداشتین. گفتم باشه. بعد دیگه اومد خونمون، از ببین ابرامو با مسواک زد بالا، بعد از توی ابروهام یکی درمیون برمیداشت، یعنی یه جوری مدلش یه جوری شده بود که اصلا احساس میکرد یه تغییر خیلی خوبی کردن، ابرام حالت دار شده، ولی نمیفهمید دیگه چیکار کرده، چون من زیر ابرام سر جاش بود، فقط از توش یکی درمیون برداشته و حالت دار شده بود. بعد دیگه دو فرخلا ابرام اینجوری برداشت و رفت، و بعد مامانم اومد گفت چی کار کردی؟ دست زدی به صورتت. بعد مامانم همیشه مثلا اون موقع نمیخواست یه کاری بگه ما انجام ندیم، میگو به بابات میگم و بابات ناراحت میشه. قبل از اونم هی میگفتم که ابرام بردم، میگو نه بابات به فهمه ناراحت میشه. بعد دیگه دختر بعد دیگه مامانم اومد نگاه کرد و گفتش، اومد جلو چک کرد ببینم، گفتم بابا ابرام دست زدم، ببین ابرام سر جاش. اومد چک کرد و نگاه کرد، آره ابرام سر جاش، خیالش راحت شد که مدرسه گیری نمیده. بعد دیگه رفتش. بعد رفتم مدرسه، یکی از معلم‌ها فهمید، گفت آره چه تغییری کردی موسوی؟ بیا ببینم ابراتو، بیا جلو ببینم چیکار کردی. گفتم خان ابرامو اصلا دست زدم، که فقط ابرامو دادم به بالا، به سطح بالا مسواک زدم، اینجوری حالت دار شده. یه بارم مدیر مدرسه‌مو گیر داد، من شیطون بودم، منو میشناخت و اینا، گفت ابراتو دست زدی، بیا جلو، زود باش بیا جلو فلان اینا. اون مدیر مدرسه‌مو از سال اول فکر می‌کرد که من سیبیلام برمی‌دارم، همیشه میگه این سیبیلات، این سیبیلات من دارم میبینم براشون. گفتم خانم ما اصلا سیبیل نداریم، چرا میگی سیبیلات رو برداشتی؟ وقتی ندارم میخوای چیکار کنی؟ بعد دیگه سر ابروه فکر کنم موچه منو گرفته. بعد دیگه گفتم نه بابا، من از زیر ابروام سر جاش خود نگاه کنید و اینا، خیلی شاید شد که سیدم همه میانیم فکر میکنم من یه تغییری کردم، ولی واقعا نمیستم چیکار کردم. دست دختر خالم درد نکنه. دیگه همینجوری گذاشت و تا
تا به دانشگاه رسیدم، دانشگاه رسیدم دیگه مجوز داشتم میتونستم ابرام بردم، اونم دیگه هیچی نمیگفت. بعد اون موقع ها مثلا توی دبیرستان اینا که بودیم ابرو نازک مد بود دیگه، من مثلا دوستش ابرام موقع نازک بردارم. بعد گذشت و یه مدت هم ابرام برداشتم و اینا، بعد که مثلا چیزایی یه مدت مثلا زمانی که ازدواج کردم اون موقع ابروهای پهن چیز مد شده بود، از این موهیتیا بود، هیچ کس دست نمیزه ابرو رو پهن پهن میکردم، من همون جوری مثلا میذاش ابرام پهن میشد. حالا مامان من گیر میداد این چه وضع ابروه، به خودت برس، نمیدونم فلان، این چه میذاری ابروت پر میشه. میگفتم بابا جا این موده، الان موده که اینجوری من میذارم ابرام پر میشه. بعد میگفت نه باید به خود برسی، اون زمانی که من نمیذاشتم همش میگفتی که چیزه من میخوام ابرامو بردارم، دوست ندارم، دوست ندارم ابرای نازک داشته باشم، الان که مثلا باید به خودت برسی ابراتو پهن کردی. هی میگفتم بابا موده، بیخیال نمیشد دیگه، یعنی در حدی که خوش افتاد برای من یه موچی خریدم، میگفت بیبر ابراتو بردار. تو دبیرستانم که بودم مثلا دختر خاله می بعد ابرام برمیداش، یه دونه موچین خریده بودم که مثلا قایمی کردم دختر خاله هر وقت اومده و خونمو بیاد مثلا ابرام برده. بعد یه بار مامانم این موچینه رو پیدا کرد، گفت چی میخوای بری ابراتو برداری؟ گفتم نه بابا، یکی از دوستا ابروش برداشته و بعد مامانش موچین رو دیده و دستش، دوستم مامانش باش دعوا کرده، اونم داد من براش فعلا موقت نگردم. گفت بی خود کرده، بده به خودش، بگو ما اینجا چیزها رو نگه نمیداری، تو باید حواست به درس خوندن باشه، درس مهم. و مامانم خیلی درس خوندن براش مهم بود، فهمید که اگه الان ابرو برداری تو دبیرستان دیگه از درس و اینو غافل میشی و قاطی لاتولوت میشی و اینو، طرز فکرش اینجوری بود. هیچ چیزی که از خاطره ابرو برداشتن من برای اولین بار بود که اینجوری شد. برای آرایش کردنم خیلی دوست داشتم آرایش کنم، مثلا دخترها دیدی الان دختر بچه ها را میبینی مثلا همش دوست دارم مثلا چیزایی که مامانشون استفاده میکنه بزنن استفاده کنن و فلان، من دقیقا همین جوری بودم، یعنی از اول آرایش کردن دوست داشتم. بعد یه بار فکر کنم پنجمی دبستان 19 سالم اینا بود، بچه بودم، بعد چیز خیلی دوست داشتم آرایش کنم اینا. بعد میدیدم که مامانم مثلا روژای خوب میزنه فلان و اینا، یه روژ مکه ای داشت از اینایی که میزنی وای لبات قرمز میشه دیگه پاک نمیشه، فکر اونو گوشو توی یخچال، گوشو توی یخچال رو که آب نشه. بعد من یه بار گفتم من یه دونه یه ذره از این روژه میزنم، میگم 10 سالم نشد 9 سالم، گفتم یه ذره از این روژه میزنم بعد مامونم که اومد پاک میکنم اصلا ببینم با روژ من چجوری میشم با اینا، ببین چشتو روز بعد نبینه. من این روژه رو زدم، بعد هی میزدم دیدم ای چرا رنگ نمیگیره، هی میزدم ای رنگ نمیگیره، پر رنگ پر رنگ پر رنگ، خودتو میدونی دیگه این روژ مکه یا چه جوریه، اینو مدلش این جوریه، وقتی داری میزنی مثلا رنگ خاصی نمیگیره، ولی ببین دقیقا 5 دقیقه بعد چنان لبا رو قرمز میکنه، اینه کیسم بکشی اون دیگه پاک نمیشه قشنگ، بعد بذاری حداقل 2 روز بگذره. بعد دیگه از جلوی آینه اومدم کنار رو با روژم گوشم سر جاش کردم، نه همچینم رنگ نداد به لبو. مونه از بیرون اومد بیرون رو چی کار کردی؟ لبا چرا قرمز شده؟ گفتم هیچی من هیچ کاری نکردم. گفت روی زدی ببین لبا چجوری شده. ببین رفتم جلوی آینه دیدم لبام قرمز، من خودم از اولم لبام درشت بود قرمز، انقدر لب تو صورتم قرمز قرمز وای اصلا نمیدونی. مونم گفت من میدونم با تو، آره تو از الان میخوای این کار رو بکنی خدا به داد من برسه. ببین با این لبای قرمز 2 روز من سر کردم، خب جلوی بابام نمیدونی چی کام کنم، سریع از جلوش قایم میشم که اون دیگه نبینه، خجالت میکشیدم. با این لبای قرمز 2 روز سر کردم، وای مگه پاکی میشد خدا، یا هر چی میکشیدم میکشیدم مگه قرمزی میرفت؟ یعنی بعد از اینکه این قرمزی رفت گفتم من دیگه به این روژل دست نمیزنم، نزدیکشم نمیشم. این هم از اولین خاطره ای بودش که من رفتم سمت آرایش و لوازم آرایش، و یعنی از یه تیک روش شروع کردم. بعد دیگه قد ترسیده بودم که اصلا اینجور میکنه، اصلا دیگه سمتش نمیرفتم تا دیگه دبیرستان و اینا که دیگه همه همون سنا آرایش کردن رو شروع میکنن. این هم اولین خاطره ای آرایش کردن من بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون جذاب بوده باشه. حالا تا خاطره های بعدی، خدا نگهدار.